سلام شنوندگان عزیز، با یکی دیگر از برنامه‌های پیام نو در خدمت شما هستیم. این برنامه‌ها شامل شهادتنامه و تجربه‌های روحانی مسیحی و نقل داستان‌هایی از کتاب مقدس و بررسی سوال‌های مربوط به آن می‌باشد. اکنون به شهادت امروز گوش فرا می‌دهیم. ضیا مرد نابینایی است که در افغانستان زندگی می‌کند. در سن 14 سالگی او در مؤسسه نور که مخصوص نابینایان است ثبت نام کرد. او زبان عربی را به خوبی می دانست و توانست در عرض 3 سال 6 دوره مقدماتی مؤسسه را به پایان برساند. او در حالی که در کلاس‌های مخصوص نابینایان شرکت می کرد، مشغول یادگیری زبان انگلیسی هم بود. او با گوش دادن به برنامه‌های رادیویی که به زبان انگلیسی پخش می شدند، زبان انگلیسی خود را تقویت می کرد. او به وسیله یک گوشی به برنامه‌های رادیویی که از کشورهای دیگر پخش می شد گوش می داد. سرانجام او با چند نفر در این مورد صحبت کرد و تصمیم خود مبنی بر انتخاب عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود را با آنها در میان گذاشت. وقتی آنها از او پرسیدند که آیا او می داند که این تصمیم می تواند به قیمت جانش تمام شود، او در پاسخ گفت: من فکر عواقب کار را کرده ام و با کمال میل می خواهم که برای عیسی مسیح بمیرم، چرا که او قبلاً به خاطر من بر روی صلیب مرده است. ضیا سپس رهبری تعدادی از افغانی‌های مسیحی را به عهده گرفت. او از آنجایی که یک مسیحی بود، شانس انتخاب برای پستی را که سال گذشته داشت از دست داد. او اگرچه مورد آزار و اذیت زیادی قرار گرفت، اما نه تنها در جستجوی شهرت و مقام نبود، بلکه همیشه سعی می کرد بنده متواضع خداوند باشد. ضیا با یک دلیل ساختگی و دروغین دستگیر و در یک زندان سیاسی حبس شد. داخل زندان هوا بسیار سرد بود و سیستم حرارتی وجود نداشت. او مجبور بود روی یک زمین سرد و کثیف با لباس گرمی که به تن داشت بخوابد. همسلولی او از آنجایی که لباس گرمی به تن نداشت از شدت سرما می لرزید. ضیا یاد آورد سخن یحیای تعمید دهنده را که می گفت: کسی که دو لباس دارد یکی را به آن که ندارد بدهد. پس ضیا تنها لباس گرم خود را به همسلولیش داد و خداوند نیز از آن پس به شکل معجزه آسایی او را هر شب گرم نگه داشت. او آنقدر راحت و آرام می‌خوابید که گویی تا صبح یک حامی و نگهبان بالای سر او ایستاده. او بالاخره از زندان آزاد شد. در غروب آن روز، وقتی آن دو فرشته وارد صدوم شدند، لوط بر دروازه شهر نشسته بود. همین که آنها را دید برخاست و به طرف آنها رفت تا از ایشان استقبال کند. او در مقابل آنان تعظیم کرد و گفت: ای آقایان، من در خدمت شما هستم. لطفاً به خانه من بیایید. شما می توانید پاهای خود را بشویید و شب را بگذرانید. صبح زود بلند شوید و به راه خود بروید. اما آنها جواب دادند: نه، ما شب را اینجا در میدان شهر می گذرانیم. لوط به خواهش خود ادامه داد تا سرانجام آنها به خانه او رفتند. پس برای مهمانان مقداری نان پخت و غذای عالی تدارک دید. وقتی غذا حاضر شد آنها خوردند. قبل از اینکه مهمانان بخوابند، مردم صدوم خانه را محاصره کردند. تمام مردم شهر پیر و جوان در آنجا جمع شده بودند. آنها لوط را صدا می کردند که بیرون بیاید و می پرسیدند: آن مردانی که آمدند تا امشب در خانه تو بمانند کجا هستند؟ آنها را بیرون بیاورد. آنها می خواستند با این مردان رابطه جنسی داشته باشند. لوط بیرون رفت و در را از پشت بست. او به مردم گفت: دوستان، من از شما خواهش می کنم اینقدر شرارت نکنید. ببینید، من دو دختر دارم که هنوز باکره هستند. بگذارید آنها را نزد شما بیاورند و هرچه می خواهید با آنان انجام دهید، ولی با این مردان کاری نداشته باشید.
ایشان در خانه من مهمان هستند و من باید از آنها مراقبت کنم. اما آنها گفتند از سر راه ما کنار برو. ای اجنبی، تو کی هستی که به ما بگویی باید چه کار بکنی؟ از سر راه ما کنار برو و الا با تو از آنها بدتر میکنی. آنها بر لوط هجوم بردند و میخواستند در را بشکنند، اما آن دو مرد که داخل خانه بودند بیرون آمدند و لوط را به داخل خانه کشیدند و در را بستند. سپس تمام کسانی را که بیرون در جمع شده بودند به کوری مبتلا کردند، پس آنها نمی توانستند در را پیدا کنند. آن دو مرد به لوط گفتند اگر تو کسی را در اینجا داری، یعنی پسر، دختر، داماد و هر قوم و خویشی که در این شهر زندگی می کنند، آنها را از اینجا بیرون ببر، زیرا ما می خواهیم اینجا را نابود کنیم. خداوند شکایت‌های شدیدی را که علیه مردم این شهر می شود شنیده است و ما را فرستاده است تا صدوم را نابود کنیم. پس لوط به نزد دامادهای خود رفت و به ایشان گفت عجله کنید، از اینجا خارج شوید، خداوند می خواهد این مکان را نابود کند. اما آنها خیال کردند که لوط شوخی می کند. سرگاهان فرشتگان به لوط گفتند که عجله کند. آنها گفتند زن و دو دختر خود را بردار و بیرون برو تا وقتی این شهر نابود می شود تو زندگی خود را از دست ندهی. لوط دو دل بود ولی خداوند بر او رحمت کرده بود. پس آن مردان دست او و زنش و دو دخترش را گرفتند و از شهر بیرون کردند. یکی از فرشته ها گفت به خاطر حفظ جان خودتان فرار کنید و پشت سر خود را نگاه نکنید و در دشت نایستید، بلکه به کوه ها فرار کنید تا هلاک نشوید. لوط در جواب گفت ای آقایان، از ما نخواهید که این کار را بکنیم. شما به من لطف بزرگی کرده اید و زندگی من را نجات داده اید، اما آن کوه ها خیلی دور است و من نمیتوانم خود را به آنجا برسانم و قبل از اینکه به آنجا برسم هلاک میشوم. آن شهر کوچک را میبینید؟ آن خیلی نزدیک است. اجازه بدهید به آنجا بروم. همانطوری که میبینید آنجا خیلی کوچک است و من نجات خواهم یافت. فرشته جواب داد بسیار خوب، من موافقم. آن شهر را خراب نخواهم کرد. عجله کن، تند برو. من قبل از اینکه تو به آن شهر برسی کاری نمیتوانم بکنم. چون که لوط گفت آن شهر کوچک است، آن شهر سوغر نامیده شد. وقتی لوط به سوغر رسید، آفتاب تازه طلوع میکرد. ناگهان خداوند آتشی از گوگرد بر شهر صدوم و غموره بارانید. خداوند صدوم و غموره و تمام دشتهای آن را با مردم و هر گیاهی که در آنجا رویده میشد ویران کرد. اما زن لوط به عقب نگاه کرد و به یک ستون نمک تبدیل شد. صبح روز بعد ابراهیم بلند شد و با شتاب به جایی که در مقابل خداوند ایستاده بود رفت. او به طرف صدوم و غموره و دشتهای آن نگاه کرد و دید که از آن قسمت دودی مانند کوره بزرگ به هوا بلند می شود. اما وقتی که خداوند شهرهای آن دشتی را که لوط در آنها زندگی می کرد ویران نمود، ابراهیم را به خاطر داشت و لوط را از آن بلا نجات داد. سپس دو تن از مهمانان به طرف شهرهای صدوم و عموره رفتند. عصر آن روز لوط دم دروازه شهر نشسته بود که آنها را دید که به سمت شهر می آیند. او در مقابل آنها از جای برخاست و به آنها تعظیم کرد و سپس گفت لطفاً شب را در منزل من سپری کنید. آنها در پاسخ گفتند ما شب را در میدان شهر خواهیم ماند. و لوط همچنان مصرانه گفت نه، لطفاً به خانه من بیایید. شما باید شب را در خانه من بمانید. و به این ترتیب آنها همراه لوط به خانه او رفتند و لوط هم از آنها پذیرایی کرد. آن شب قبل از اینکه آنها به رخت خواب بروند، همه مردان شهر صدوم پیر و جوان جمع شدند و به دور خانه لوط حلقه زدند. آنها فریاد زدند که کجا هستند مردانی که امشب به خانه تو آمدند؟ آنها را نزد من ما بیاورید تا به آنها تجاوز کنیم. لوط بیرون رفت تا جمعیت را ببیند و با آنها بگوید این کارها را نکنید،
اینها کارهای شیطانی هستند. من دو دختر دارم که تا به حال با هیچ مردی همبستر نشدند. آنها را به شما می دهم تا از وجود آنها لذت ببرید. اما کاری با مهمانان من نداشته باشید. آنها در پاسخ گفتند از سر راه ما کنار برو. نگاه کن، یک غریبه می خواهد ما و اعمال ما را قضاوت کند. حال با تو بدتر از کاری را که می خواستیم با مهمانت بکنیم خواهیم کرد. آنها به طرف خانه حمله کردند و سعی کردند در خانه را بشکنند. ناگهان دو مسافر خود را به لوت رسانده و او را به داخل خانه کشیدند و در را بستند و چشمان تمام مردانی را که در بیرون خانه بودند را کور کردند تا نتوانند در خانه را پیدا کنند. آن دو مرد به لوت گفتند در این شهر چند نفر قوم و خیش دارید؟ پسران دختران و دامادان و هر کسی را که داری از این شهر بیرون ببر، زیرا خداوند ما را فرستاده تا این شهرها را ویران کنیم. او شرارت این مردان را دیده و می خواهد آنها را مجازات کند. سپس لوط بلا فاصله به بیرون دوید و به نامزدان دخترانش گفت عجله کنید، اینجا را ترک کنید، زیرا خداوند می خواهد این شهر را ویران کند. اما این حرف را به نظر آنها مسخره آمد. نزدیک سپیده دم بود و آن دو فرستاده خداوند مصرانه به لوط گفتند عجله کن، همسر و دختران خود را بردارید و از این شهر خارج شوید، وگرنه شما نیز همراه مردان گناهکار این شهر هلاک خواهید شد. در حالی که لوط از انجام خواسته های فرستادگان خداوند مردد بود، آنها دست او، همسر و دخترانش را گرفتند و آنها را به جای امنی بردند، چرا که آنها مورد رحمت خداوند قرار گرفته بودند. یکی از آن دو مرد گفت برای نجات جان خود فرار کنید و به پشت سر هم نگاه نکنید، به کوهستان بروید، چرا که اگر اینجا بمانید شما نیز هلاک خواهید شد. اما لوط گفت نه سرورم، خواهش میکنم، این نهایت لطف شما بود که جان ما را نجات دادید، اما اجازه دهید به جای اینکه به بالای کوه برویم با آن روستایی که در آن پایین است برویم. و آن مرد گفت اشکالی ندارد، اما هرچه سریعتر با آن روستای کوچک بروید، عجله کنید. به محض اینکه آنها شر را ترک کردند، خداوند از آسمان گوگرد مشتعل بر صدوم و عموره بارانید. اما همسر لوط ایستاد و نگاهی به عقب انداخت و با این کار او به ستونی از نمک تبدیل شد. فردای آن روز صبح زود ابراهیم به مکانی که با خداوند صحبت کرده بود رفت. او از دور دود غلیظی دید، آنقدر غلیظ که گویی از دهانه یک کوره بزرگ بیرون می آید. شهرهای صدوم و عموره به همراه دشتها و سبزارها نابود شده بودند. آیا خداوند با گناه جدی برخورد می کند؟ از این داستان می توان فهمید که خداوند از گناه متنفر است و آنهایی را که به هشدارهایش توجه نمی کنند هلاک می کند. گناه منجر به مرگ می شود. آیا اگر شما هم در یکی از این دو شهر صدوم و عموره زندگی می کردید، فکر می کنید که خداوند شما را هم نجات می داد؟ آیا آیه هفته دوم را با کسی در میان گذاشته اید؟ آیه هفته دوم ما این بود. کتاب خروج فصل 20 آیه 3 تو را خدایان دیگری غیر از من نباشد. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید.
همچنین می توانید برنامه‌های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianbordradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.